سلام ممنون. چی شده؟ اینا برای شماست. پیک آوردش. کی؟ همین الان. بده برش گردونه. چی؟ بده پیکه برش گردونه بفرستنش. ببخشید خانم دکتر، من نمیدونستم. فرستادمش رفت. تازه فکر کردم شما خوشحال میشین، بهش انعامم دادم. خیلی خوب، اشکالی نداره. گلو بفرست اتاق خانم جعبود. اون پیرزن بد اخلاقه رو میگین؟ خانم شاکری، اصلا دوست ندارم راجع به یه مریض اینطوری حرف بزنی. ببخشید خانم دکتر، آخه خیلی غر میزنه. خیلی دلم میخواست بدونم اگه خودتو در سن 68 سالگی یه تومور بدخیم تو بدنت داشتی، از درد به خودت میپیچیدی، هیچ کس هم نبود حالتو بپرسه، باز قربون صدقه پرستارا میرفتی؟ معذرت میخوام خانم. به جای معذرت خواهی خانم شاکری، سعی کن شرط مریض رو ببخشید. الو؟ سلام خانم دکتر، چقدر خوشحالم که صداتون رو میشنوم. اینکه هنوز شما رو عوض نکردید بعد فال نیک گرفت. کارتون رو بفرمایید. قرار از عرض سلام بود، جسارتاً امانتی بنده رسید؟ بله رسید. خب؟ خب چی؟ انتظار ندارین که برای رفتارتون که این بچه های دبیرستان ازتون تشکر کنم. آقای ایرج اشراق، شما فکر نمی‌کنین که یه خورده این حرکت ها برای سن شما دیر شده باشه؟ امروز سر حالین خانم دکتر؟ حتما به خاطر گولای شماست. امر دیگه ای ندارین؟ امر که نه، ولی عرض زیاده. می‌خواستم اگه بشه فرصت بفرمایید زیارتتون کنم. یه مشکل قلبی دارم که تخصص من قلب نیست. می‌تونین زنگ بزنین متخصص قلب موشیش براتون وقت بذاره. قطع نکن عاطفه. خب ببینمت. من نمی‌خوام ایرج، خودت هم می‌دونی. تو رو خدا بس کن این کارو. فقط یه لحظه. وقت ندارم. پس لطفا برگرد پایین نگاه کن. تو اینجا چی کار میکنی؟ عاطفه من همیشه چند قدم باهات فاصله دارم. فقط کافیه برگردی تا ببینی. میای پایین؟ مریض دارم. صبر میکنم تا شیشه تموم. نه صبر نمیکنم. چرا صبر میکنم؟ نه. چرا؟ نه تو صبر نمیکنی. من که من باید زود برگردم خونه به مامانم برسم. با اینکه من دلم نمیخواد دیگه با تو صحبت کنم. با اینکه دیگه حرفی نمونده. ببین ایرج اشراق، بهتره وقت هم دیگه رو تلف نکنیم. من الان گوشی رو قطع میکنم. تو هم دیگه به من زنگ نمیزنی. بالا هم نمیای. خدافظ. دکتر جمالگیری به اطلاعات. میشه ما هم بفهمیم؟ کارگرا بدجور دست دلخورن آقای مهندس. این همه سنگشون رو به سینه زدی آخرش اینجوری؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی. از وزارت کار زنگ زدن امروز آقای مهندس. وزارت کار؟ برای چی؟ ظاهرا یه سری از کارگرا رفتن شکایت کردن. از من؟ بالاخره مسئولیت کارخونه با شما آقای فرجام بزرگه. اگه قرار بشه که قرار بشه چی؟ بگو یوسف، جونمو بالا آوردی. محمد جان تو تمام این مدت کارخونه مشکل داشت، حقوق کارگراش عقب افتاد، اما صدا از هیچ کدومشون در نیومد. چون فکر میکردن که تو پشتشونی. کارگرای ما گنجشک روزیه. اونا فکر میکردن که با تقلای تو این کارخونه دوباره سر پا میشه. حقوق عقب افتادشون رو میگیرن، پاداش میگیرن. اوضاعشون بهتر خوب. میشه. مگه غیر از این بود؟ مگه من تلاش نکردم؟ مگه خودت برای جور کردن مواد اولیه هزار دفعه این درون در نزدی؟ من نمیفهمم الان که قرار شرایط یواش یواش بهتر بشه چه اتفاقی افتاده که خلاف حرفای من ثابت شد. چی داری میگی محمد؟ اگه کارخونه فروش بره دست کارگرا به کجا بنده؟ چه جوری کار پیدا کنم؟ حقوق عقب افتادهشون از کی بگیرن؟ کارخونه فروش بره؟ برای چی فروش بره؟
خواب نما شدی یوسف؟ خریدار پیدا کردی یا فروشنده؟ باور کردنش برام سخته، اما انگار واقعا خبر نداری. چی رو؟ بفرمایید. آگهی مزایده فروش کارخونه است آقای مهندس. چی؟ این چیه بابا؟ این آگهی توی روزنامه چیه؟ خودت که داری میگی آگهیه. این آگهی آگهی نیست، آگهی مزایده است. مزایده فروشه، فروش اینجا، این کارخونه، جایی که یه عمر تو گوشم خوندیم باید سرپا بمونه. زمانه عوض شده. اینو همیشه پسرا به پدرشون میگن. اینم از بدشانسی منه که پسرم موقع شناس نیست. من به عشق کار کردن تو این کارخونه رفتم دانشگاه. رشته ای انتخاب کردم که به درد این کار بخوره. کنار تک تک آدم های این کارخونه زندگی مو گذرانم. ببخشید ایرج خان پشت خطه. وصلش کن. نه وصل نکن. وصلش کن. نه وصل نکن. بگید خودم تماس میگیرم. تو حرف حسابت چیه؟ بابا نباید دفتر تو از طبقه همکف میوردی بالا. چی؟ از این بالا آدم ها رو کوچکتر میبینی. داری به من درس میدی؟ نه دارم درس هم پس میدم. خب من مهلت میخوام. هر چقدر بگذره از کیسم هم میره. یک سال دیگه شاید حتی زمین اینجا انقدر نیارزه که جبران ضرر رو نمو. این کارخونه سالها سود داده، الان فقط یه مدت کوتاه. هر چیزی یک زمانی داره. به من نگاه کن، یه روز مثل تو جوان بودم ولی الان مریضم و خسته. مادرت رو ببین، این کارخونه هم مثل من و مادرت زمانش به سر اومده. از چین و هزار جای دیگه محصولات مشابه ما رو وارد میکنن، کمتر از قیمت تمام شده ما. چرا فکر میکنی؟ سه ماه، فقط سه ماه. سه ماه به من مهلت بدین. اگه نتونستم اوضاع کارخونه رو سر و سامون بدم، به خرج خودم آگهی فروش اینجا رو صفحه اول همه روزنامه چاپ میکنم. فقط سه ماه. پس چمدون شما کجاست؟ نمیدونم. از کی باید بپرسیم؟ اصلا بلش کن بیا بریم. Thank you.
واقعا لطف کردی برام وقت گذاشتی. محمد تنهایی خرید کردن برام خیلی سخت بود. نگران نباش. به لطف بابا چیزی که این روزا زیاد دارم وقته. چطور؟ میخواد کارخونه رو بفروشه. تو نمیدونستی؟ پس جدیه. یه چیزایی جسته گریخته از حرفایی که به مامانتی میزد شنیدم. جالبه. این روزا با مامان بیشتر از ما حرف میزنه. حالا میخوای چیکار کنی؟ چیکار ازم برمیاد؟ فعلا ازش مهلت خواستم، شاید تو این مدت شرایط اقتصادی بهتر بشه. شاید هم معجزه‌ای، وامی. ولش کن. تو خودت به اندازه کافی نگرانی داری. راستی از ایراد چه خبر؟ دیگه که اذیتت نمی‌کنه؟ نکنه که روز شب نمیشه. آخرش حق این مردک رو میذارم کف دستش. ویلش کن حالا. همین براش بس که دائم باید دنبال شماره من بگرده. هنوز باورش نشده ازش جدا شدی. فکر میکرد پشیمون میشی و بر میگردی میفتی رو دست و پاش. نمیدونم ما میتونیم درست حسابی ازش مراقبت کنیم. درباره چی؟ اولین دیدار سرزمین پدری بعد از سالی ها میده نیست. نمیدونم. جالبه. گیجم آدم بزرگ. نمیدونم برای چی اینجا. به زودی میدن. چطور؟ به وقتش. شما چی؟ خیلی عوض شده، انگار یه جای دیگه است، اما همونجاست. خیابوناش همون برو میدن، ولی یه شکل دیگه است، انگار از یه خواب طولانی بیدار شده باشی. خواهش دوربینم همراه. شما عکاسی میکنی؟ نه، هدیه تیناس موقع حرکت بهم داد. البته فکر میکنم بیشتر برای تو بود تا من، چون میدونست که تو عکاسی میکنی و من از دوربین هیچ سردر نمیارم. دختر خوبی بود، ولی این برای شماست. اگه برای من بود نمیگفت یه دستی هم میشه باهاش عکس گرفت. پیشت باشه. میدونم این دوربینا برای تو مثل اسباب بازیه، اما فعلا به دردت میخوره. وقتی دستت خوب شد یه دوربین حرفه‌ای میخری. اولین بار عمه ملوکم اینجا خونه خرید، بعد بابام، با دوتا عمه،
من و پدر بزرگت بچه که بودیم با چشم بسته از این خونه می رفتیم اون خونه. کارگاه عمو مرموزم دو تا خیابون پایین تر بود. خونه ما همینجا هست، نزدیک سقا خونه. یه در چوبی داشت با یه کلون برنجی. چند روز قراره اینجا بمونیم؟ فکر نمی کنم خیلی بمونیم، مگه نه مادر بزرگ؟ کجایی مادر بزرگ؟ یاد روزی افتادم که رسیدیم پاریس. جهانگیر میگفت یه سفرهایی هست که مثل تقدیره، نرفتنت واسه کسی مهمه، نبرگشتنت. انگار هیچ کس هیچ جا منتظرت نیست، هیچ کس نگرانت نیست. خنده داره نه؟ نمیفهمی باید خوشحال باشی یا ناراحت. به نظرت تو کی باید اینجا بمونیم؟ کی همه چی روشن میشه؟ چی میگی مادر بزرگ؟ عطیه خانم ما امشب حالی ستاره. کم حرف شدی خانم؟ دیگه با همسایه‌های قدیمی هم کلام نمیشی؟ چقدر خجالتی شدی؟ مثل روزای اول ازدواج. یادت میاد؟ یه خبر خوب، شام آماده است. بابا قربون دستای دختر هنرمندم. چی داری؟ قیمه، غذای محبوب شما و ماما. قیمه نظری آوردن؟ روز عزیزیه؟ نه، خودم درست کردم، مخصوص خود خودتون. منم هر بار میخواستم برم دکتر نظم کردم جواب بگیرم، قیمه درست کنم بدم به همسایه ها. ولی خودم هست. کی موقع صبح ماشین خواسته؟ من خواستم. دور از جونت انگار خود تویی. روی این سنگ چی نوشته؟ اسم پدرت نوشته شادروان بهرام مرزبان، تولد 1320، سال فوت 1353. یعنی تا من به دنیا اومدم؟ چه شانسی. این قسمته، ربطی به شانس نداره. چجوری این اتفاق افتاد؟ تا حالا صد بار اینو ازم پرسیدی؟ میدونم، نمیتونم بفهمم چرا نباید میدیدمش. شما همه زندگیشو دیدی، بچگی، مدرسه، بزرگی، عروسی، تو مردنش. وقتی میگین بهرام چشماتون برق میزنه، ولی من هیچ تصویری ازش ندارم. پدر برای من چیزیه که از بقیه شنیدم.
اون روز یه روز سرد پاییز بود، اواخر آذر ماه. پدرت عاشق پاییز بود. مادرم چی؟ اونم شبیه پدرت بود. سوار ماشین شدن که برن، از زیر قرآن ردشون کرد، کاسه آب و پشت سرشون خالی کردن. دیگه هیچ وقت ندیدمشون. تو جاده شمال یه ماشین از روبرو میاد، راننده خوابش برده. پدرت ماشین رو به طرف راست منحرف میکنه که میخوره به یه درخت بزرگ. ولی شما گفتین خورد به کوه. من گفتم؟ نه، گمونم با یه درخت تصادف کردم. چرا روی سنگ مادر چیزی ننوشته؟ اونجا قبر پدر بزرگته، قرار بود اونجا خاکش کنن. این یکی هم مال منه. پس مادر چی؟ دایی تو فامیلا اونو به خاک سپردن. بهت نگفته بودم؟ خانم دکتر، به شما که نمیشه دروغ گفت. به هر حال تحلیل بافت مغز به نسبت اسکنای قبلی کاملا محسوسه. متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. مشکل بیخوابی ندارن؟ چرا؟ مثل همیشه. یه داروی جدید اومده، براشون مینویسم، شاید سازگارتر باشه. حافظه شون چی نسبت به سه ماه قبل فرق نکرده؟ نه، تقریبا همون جوره. فقط یه وقتای خیلی بیقرار میشه. آی دکتر، شما فکر میکنین راهی وجود داره که یه جورایی بتونیم جلوی تحلیل بافت مغز رو بگیریم؟ خانم دکتر، نه فقط شما، همه یه بستگان بیمارایی که آلزایمر دارن دوست دارن که یا اصولاً تشخیص اشتباه باشه یا اینکه بیمارشون با یه دارویی چیزی درمان بشه و برگرده به روزهای اول، حتی اونایی که خودشون پزشکن. ولی خودتون بهتر از من میدونین دمانس همینه. هیچ درمانی هم برای آلزایمر هنوز پیدا نشده. متاسفم. ما فقط میتونیم جلوی سرعت پیشرفت بیماری رو بگیریم و کاری کنیم که مریضمون شرایط بهتری داشته باشه. میدونم خیلی سخته که نزدیکترین عضو خانواده‌مون نشناسدمون یا کارایی بکنه که... ببخشید آقای دکتر، من به خاطر شرایط مامان نمیتونم گوشیمو خاموش کنم. میفهمم. شما باید بیشتر مراقب خودتون باشین. با مسئولیتایی که اینجا دارین، شرایط مادرتون. بازم ببخشید. برای موقع بیقراریشون یا آرام بخش می نویسم که ممکن البته یک کمی هم خواب‌آور باشه. فکر کنم بهتره جواب بدین خانم دکتر. بله چشم، ببخشید. الو، خانم دکتر فرجام، خودتون هستین؟ چه سعادتی. سلام، بنده رو به جا میارید. من ایرج اشراق هستم. من الان نمیتونم صحبت کنم. فکر میکنم هر بار که خدمتتون تماس میگیرم همین جمله رو میشنوم خانم دکتر. علاوه بر این که برای پیدا کردن شماره جدیدتون که با تماس‌های مکرر بنده عوضش میکنید دچار دردسر میشم. به نظرتون بد نیست برای تنوع هم که شده این دفعه با هم حرف بزنیم؟ من بعدم با شما تماس میگیرم. شما اون آپریزی خانم دکتر، نکنه مریض دارید که نمیتونید حرف بزنید؟ من بیمارستانم، الان نمیتونم صحبت کنم. بس بردارید خانم دکتر، تو اتاق عمل که نیستید. در ضمن ممنون از راهنماییتون، چون این دفعه میخوام اگه قطع کردین دوباره بگیرم و اگه خاموش کنید بیام. قطع کن دیگه، گفتم بهت زنگ میزنم. کانال عوض شد. چرا عصبانی میشید خانم دکتر؟ کم لطفی نفرمایید دیگه. فکر کنید منم یکی از همین مریضا. خوب نیست آدم تعویض قائل بشه. بالاخره کی بیام خدمتتون؟ ساعت 3 بیا بیمارستان. تا ساعت 3 ثانیه شماری میکنم. روز بخیر. خانم دکتر حالتون خوب نیست؟
بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام. سلام. اتاق 352 لطفا. خانم مرزبان؟ بله. خانم مهرنگیز مرزبان؟ مهربانو. مهربانو مرزبان. ببخشید از حراست فرودگاه تماس گرفتن. گفتم به محض اینکه اومدین تشریف ببرید اونجا. حتما یه اشتباهی شده. کسی اطلاع نداره که من اینجا هستم.